Bismillahirrahmanirrahim. Selam ve akhbar darım ve şu muhasilin aziz. Mindvarım kısaltmanın tanrıs başıydı. Dâhılmat şu muhaim büyüdü bu ilame-i dürüstler ve fasib. İmsat-ı Aysan. İmsat-ı Camidat-ı Mayat-ı Başıma Kondin deriz celesat-ı Qabr. Ve deri celesi İmsat-ı Qazat ve Kurbundan Ruh Hayim Khan. Gazat niz der eseri harvet mümbesit mi şahit manandı. Aksam-ı camid, maya, amu ve kemi mutfavut. Mager iki bu afzayışı fişar az imsatan hacile girişad. Yani fişar der gazat ziyad başad ta az eseri fişar ziyad az imsatan hacile girişad dağil sürat. Tamam gazat منبسط میشه در حالی که ذریب انبساط جامدات و مایات با هم مختلف جامدات و مایات مختلف با هم متفاوته، یعنی اجسام جامد مختلف ما داریم و مایات مختلف مثلا آب و الکل و غیره حالت های مختلفی دارن و هر یکی از این حالت های مختلف ذریب انبساط متفاوت دارد، ولی در صورتی که فشار ثابت باشد، یعنی فشار گاز تغییر نکنه، ذریب انبساط تمام گازات یکسانه. یعنی اینجا ذریب انبساط بستگی به فشار دارد. در صورتی که فشار ثابت باشد، ذریب انبساط تمام گازات یکسان است. همچنان در فشار متعارف 760 میلیمتر ستون سیماب حرارت 0 درجه سانتیگرید تا 100 درجه سانتیگرید، یعنی وقتی که درجه حرارت اگر تغییر هم بکنه، در صورتی که فشار متعارف در فشار 760 میلیمتر ستون سیماب ثابت باشد، تمام گازات، یعنی هر نوع از گازات باشد، در برابر افزایش 1 درجه حرارت، یعنی 1/273 یا 0.0366 برابر حجمی که در 0 درجه داشته باشد منقبض می شود. یعنی در صورتی که فشار جلوگیری از انبساط یا انقباض نکنه و هرچند که حالت گاز یا تمام گازات که در حرارت تغییر کند، ولی در برابر افزایش 1 درجه حرارت حجمی که در 0 درجه سانتیگراد داشته باشد منقبض میشه به همان اندازه حجمی. و ذریب انبساط گازات که ما از بیتا بگیم برای هر یک درجه سانتیگراد، ذریب انبساط ما برابر با دلتا وی بر وی، یعنی ذریب انبساط در یک درجه سانتیگراد زمانی که یک درجه سانتیگراد جسم گاز میره، درجه حرارت بالا میره، تغییرات حجم بر حجم اولیه است. یعنی این مقدار که به دست بیاید عبارت از ذریب انبساط، یعنی می فهمی که به چی مقدار انبساط میاد. حال اگر به جای اینکه فشار ثابت بمانه، یعنی فشار بیشتر موقع فشار ثابت باشه، به عوض از فشار ثابت بمانه، بیای حجم رو ثابت نگه داری کن، یعنی حجم تغییر نکنه. خب وقتی که حجم بتونیم ثابت نگه داریم، تغییر فشار در حالت گاز با تغییر حرارت میتوان تعیین نمود. یعنی خود فشار بستگی به تغییرات فشار بستگی به تغییرات درجه حرارت داره. خب در این حالت که حجم ما ثابت نگه داشتیم، در این حالت ذریب فشار گاز رو از ما به بی نشان بدیم. در صورتی که فشار تغییرات داشته باشه، تغییرات فشار ما در نظر بگیریم، حجم ثابت باشه، این ذریب فشار ذریب برابر به تغییر نسبی فشار برابر به تغییر درجه حرارت در حجم ثابت است، ذریب حالت فشار در گازات. و طوری که ما میتونیم از رابطه زیر به دست بریم، یعنی فشار برابر میشه پی صفر در درجه یک مثبتی بی زر در دلتا تی که بسیگه به تغییرات درجه حرارت داره، و انشالله تغییرات فشار و حجم درجه حرارت در قوانینی که برای گازات در جلسات بعد انشالله با شما خواهیم خوان. خب برای هر گاز مخصوص مقدار بی، یعنی مقدار فشار تقریبا، یعنی ذریب انفشار تقریبا برابر با ذریب انبساط گازات مساویه.
خب اینجا یک نکته خواهیم داشت شما که در این نقطه دو موضوع اشاره شده که در موضوع اول شماره اول اگر گفته فشار ثابت باشه یعنی فشار تغییر نکنه، یعنی وقتی ما فشار ثابت باشه تغییر نکنه یعنی فشار هیچ تأثیر بالای گاز نداشته باشه، در این صورت حجم گاز متناسب با تغییر حرارت مطلقه افزایش باشد، یعنی حجم گاز نسبت داره با تغییرات حرارت درجه حرارت جسم، یعنی هرچند که درجه حرارت افزایش پیدا کنه متناسبا حجم گاز هم بر اثر زیاد درجه حرارت زیاد می شود در صورت که فشار ثابت باشه. حال در حالت دوم ما میگیم که برعکس اگر ما در صورت حجم گاز ثابت بماند یعنی حجم گاز تغییر نکند تم زیاد نشود، فشار کتله معین از بازوت متناسب با تغییر درجه حرارت مطلق افزایش می‌یابد. به این معنی که اگر حجم گاز شما بتونیم ثابت نگه داریم تغییرات فشار وسیع به تغییرات درجه حرارت داره، هرچند که درجه حرارت حضور گاز بالا رود فشار آن نیز بالا می رود در صورتی که حجم گاز ثابت باشد. خب حال مقتضیات استفاده و کاربرد انبساط اجسام، ما دیدیم که اجسام یعنی در هر سه حالت انبساط داشت، انبساط های متفاوت و انواع متفاوت. حال ما میان ببینیم که این انبساط ها در هر سه صورت چی کاربردی داره، چه عکس العمل هایی داره. ما میگیم که اول انبساط اجسام جامد در برابر مقدار حرارت مساوی نیست، یعنی ما اگر دو جسم جامد در نظر بگیریم در برابر یک مقدار حرارت دو جسم جامد مختلف یعنی یک انبساط مساوی نمینه، انبساط مساوی یعنی خطر نمینه چون که هر یک دارای خواص متفاوتی باشد بران دارای ضریب انبساط حرارتی مختلف هستند، اونایی که ضریب انبساط حرارتی بالا داره بیشتر منبسط میشه و اونایی که ضریب و اجسام که ضریب انبساط حرارتی پایین دارد باز نسبت به اجسام دیگر کمتر انبساط میکنه. حال انبساط حرارتی اجسام میتواند سبب عکس العمل های مخرب یا تخریب کننده شود، چون اگر ما میگیم یک ظرف شیشه‌ای که از جنس شیشه ساخته شده باشه بالا یک منبع حرارتی قرار دهیم او شیشه کفیده یا ترک یا میشکنه، زیرا قسمتی که تحتانی که ما شیشه بالا منبع قرار دادیم از قسمت بالایی شیشه بیشتر منبسط شده و قوه بزرگتر تولید کرده و میشکنه، به خاطری که قسمت تحتانی به منبع نزدیکتر بوده و نسبت به قسمت بالایی مقدار حرارت بیشتر میگیره. خب از همین سبب در لابراتوارها از شیشه های پایرکس استفاده میکنند، چون شیشه های پایرکس ضریب انبساط حرارتی بالاتر دارد از شیشه نسبت به شیشه های معمولی، بنابراین شیشه های پایرکس نسبت به شیشه های معمولی احتمال کفیدن شکستن و ترک آن کمتر است، چون ضریب انبساط حرارتی بالاتر دارد نظر به خواص کیمیایی که ساخته میشه از این سبب از شیشه های پایرکس استفاده می کنند، چون در لابراتوارها اکثرا شیشه ها یا مواد که دارای درجه حرارت بالا یا مقدار حرارت بالایی است داخل از آن قرار می دهند یا بالا منبع حرارتی قرار می دهند، از این سبب از شیشه های معمولی استفاده نمی کنند. خب در ادامه گفته اگر اجسام جامد بیشتر از یک نوع ماده ساخته شود، یعنی یک جسم جامدی که داریم فقط ترکیبش از یک نوع ماده نباشد، چندین نوع ماده با هم کرده باشیم و یک جسم جامد تشکیل شده باشه، چون که ما یک جسم جامد که فرض کردیم از انواع مختلف ماده ساخته شده و میزان های مختلف انبساط حرارتی داره و چونکه از چندین نوع ماده ساخته شده و هر نوع ماده داره یک انبساط حرارتی مخصوص می باشد، وقتی که یک ماده از انواع یک جسم جامد از انواع ماده ساخته می شود پس این انواع ماده هر یک از این ماده ها دارای خواص دارای انبساط حرارتی جداگانه می باشد، پس حساب میزان های مختلف انبساط حرارتیشان ممکنه که
عکس العمل های تولید کنند، چون یکی ضریب انبساط حرارتی بالای دارش و در طرف دیگر جسم دوم ضریب انبساط حراری پایین تر داشته باشد. پس یکم مشکلات عکس العمل های درجه جسم در هنگام گرفتن حرارت پیدا میشه. به طور مثال طوری که چنانچه در مورد بهتر ملمع کردن نقره و سیماب که دکتران در دندان برای پر کردن دندان استفاده میکنند، در زمان پرکاری دکتران از بیشتر از جنس نقره استفاده میکنه و تحقیق قابل ملاحظه انجام شده، تحقیق صورت گرفته که باید اون ماده ای که دندان توسط از پر میشه ضریب انبساط حرارتی از اون ماده پر کننده که در داخل دندان قرار میده تقریبا برابر با ضریب انبساط حرارتی دندان باشد. یعنی ایتون ماده ما میتونه در داخل دندان قرار داده از چون که باید ضریب انبساط حرارتی مساوی داشته باشه. اگر ضریب انبساط حرارتی مساوی نداشته باشه هرگاه دندانی که از مواد پر شده در مرز حرارت کم یا زیاد قرار گیرد، یعنی مقدار حرارت کمتر، یعنی یک جسم سرد بخوریم، یک آب سرد بنوشیم، یا در حرارت زیاد مثلا یک غذای گرم بخوریم، بر اثر انبساط انقباض مواد و دندان عکس العمل های دردناکی تولید می شود. پس ما از این سبب نمیتونیم که از هر نوع مواد در دندان استفاده کنیم، چون که ضریب انبساط حرارتی ایشان اگر با هم زیاد متفاوت باشد در اثر گرم شدن و سرد شدن دندان و مواد، چون ضریب انبساط حرارتی ایشان متفاوت باشد مشکلاتی به وجود میاد. پس باید از مواد استفاده کرد که ضریب انبساط حرارتی هم با ضریب انبساط دندان یکی باشد، چون در اثر سرد شدن و گرم شدن اونا به یک شکل انبساط و انقباض میکنه به یک اندازه. پس مشکلاتی به وجود نخواهند آمد از ضریب انبساط تقریبا یکسان یا یکسان داشته باشند، یعنی زیاد متفاوت نباشد. خب در ادامه میگیم در زندگی روزمره ما مثال های زیادی از انبساط جامدات روبرو هستیم که تجربتا ثابت شده و دیدیم. به طور مثال ترمومتر ها که یک وسیله کلینیکی است به اساس قانون انبساط مایعات ساخته شدن، یعنی درجه حرارت میگیرد، مایعات داخل از ما انبساط میکند و مقدار درجه حرارت به ما نشان میده. پس این ضرب ترمومتر ها که داخل از ما پیشتر ما خوندیم، ترمومتر های سیمابی و الکلی و غیره داشتیم، نظر به همین انبساط مایعات که ما به شکل مایع داخل ترمومتر رو میگیره کار میشه یا کار میگیره از ما. به آنکه طوری که بسیار از مایعات در برابر افزایش یک درجه انبساط نامساوی دارند، یعنی انبساط های متفاوت دارند مایعات، مثلا سیما و الکل آب هر یک در برابر یک درجه حرارت که برای از ناوردیم هر یک انبساط متفاوت دارد، مثلا آب و سیما و الکل بیاد اندازه نمیتونه که در یک درجه سانتیگرید انبساط کنند. از این خطر ضریب انبساط های دا هر یکی متفاوت و ضریب انبساط مخصوص داره، چنانچه انبساط الکل در درجات بلند که در حرارت زیاد بالا باشد نسبت به درجه پایین که مثلا زیر صفر یا صفر باشه، یا نسبت به درجه حرارت 100 درجه برای افزایش یک درجه حرارت بیشتره. یعنی انبساط وقتی که الکل درجه حرارت بالاتر داشته باشه، در درجه حرارت بالا خراب داشته باشه، در برابر هر درجه سانتیگرید زیاد منبسط می شود، ولی برعکس در درجه حرارت پایین‌تر در برابر یک درجه سانتیگرید دوباره کمتر انبساط می کند. از همین سبب از الکل در ساختن ترمومترهای دقیق استفاده نمی شود، یعنی در ترمومترهایی که در درجه حرارت های خیلی پایین‌تر باشه تا که قبلا خوندیم استفاده می شود. و از طرف دیگر در ترمومتر طبی یا ترمومتر طبی سیمابی که بود نسبت به این که بین درجه حرارت 34.4 تا 43.3 درجه سانتیگرید در این محدوده در برابر افزایش درجه حرارت انبساط مساوی دارند ترجیح داده میشه که بیشتر از ترمومترهای سیمابی استفاده شد نسبت به ترمومترهای الکلی، چون انبساط های مساوی دارند، درجه تغییرات درجه حرارت
درجه انتروال 34 درجه اشاری 4 تا 43 اشاری 3 درجه سانتیگراد. خب در ادامه گفته هنگامی که برای تسکین روده به ناحیه شکم حرارت داده می شود، وقتی که حرارت بازات می شود حرارت گازهای موجود در روده افزایش پیدا افزایش می یابد، یعنی حرارت گازها در رودها زیاد می شود، در نتیجه حجم این گازها زیاد می شود، حجم گازهایی که در روده قرار دارد. این افزایش حجم سبب کشیدگی عضله صاف روده ها می شود. پس خاصیت الاستیکی و افزایش حرکت دوره روده ها سبب حرکت گازها و خروج گازها از روده ها می شود، چنانچه در هنگام پرواز در ارتفاعات بلند فشار اتمسفر کم می شود و حرارت بدن ثابت است و حجم گازات روده درجه وقت زیاد شده انبساط می نماید. و در ادامه انبساط نامساوی جامدات، یعنی انبساطی که متفاوت در جامدات کاربرد زیادی در طب پرستاری دارد. یکی از این کاربردها جوشاندن سرنج های شیشه همراه با سوزن متصل به آنهاست. فلز در اثر جوشاندن بیشتر از شیشه منبسط می شود، یعنی فلزات نسبت به شیشه ذریب انبساط حرارتی بالاتر داشته و بیشتر منبسط می شود، ولی هر گاز سرنج را با سرعت سرد بسازیم، یعنی دوباره مقدار حرارت از او بگیریم، درجه حرارتش پایین بیاید، سوزن چون از فلز است سوزن سریعتر منقبض می شود. در نتیجه ممکنه که سر شیشه بدنی سرنج بشکند، به خاطر که مقدار حرارت بیشتر یاد دست میده منقبض میشه. اگر در هنگام جوشاندن سرنج ها پستون سرنج در داخل استوانه آن باقی بماند، یعنی بیرون نشه، شیشه پستون بیشتر از شیشه استوانه سرنج منبسط می شود. وقتی که زیادتر منبسط شود در نتیجه سبب شکستن شیشه استوانه سرنج می گردد. خب این بود در جلسه انبساط گازات و مختزیات کاربرد انبساط اجسام. انشالله که از این جلسه چیزی یاد گرفته باشیم و انشالله که موفق و معید باشیم تا جلسه بخوانده.